سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز با جیدال بزرگ برابکس گنگ رپ فارسی میخوایم صحبت غیر سکسی بکنیم برو بریم چطوری بری بای؟, بای, بای. چکرات مرسی که بالاخره ما به هم رسیدیم من... تو خونه من بودی ولی من نبودم آره بود ولی یه بار یه بار اون هم بود خدایی دیگه از اون یه دفعه که صدا تو اومد همش شی فکر می‌کردیم که هستی خودت هم دنبال نمک بودی یه بارم قرار بود تو پادکست ظاهر بشم ولی نشه قبول یا والله شد خب آقا امروز می‌خوام راجع به رفاقت و دوستی و ارزش دوستی و چقدر آدم به یه دوست یا رفیق یا برادر توی زندگی میتونه کمک کنه خب من میخوام مثلا با تو صحبت کنم نظر تو چی این؟ دوست باید قدیمی بودنش مهمه کیفیتش مهمه توی تایم کوچیک آدم میتونه با که واقعا دوست بشه یا نه فقط به خاطر اینکه تو لایف باشه مجبور آدمو کانکت کنه دوستی و دیگه فقط اون قدیمی ها آدم واقعا احساس میکنه ببین خب واسه یه سری دوست داری از بچگی داری مثلا دوستای واسه من مثلا صمیمی ترین دوستام دوستای دبیرستان هم بودم مثلا دوستای قبل رپم بودن راست بخوای دوستای خیلی خیلی سمیم که مثلا همیشه با هم رفیق بودیم و خیلی مثلا خاطره داریم و اینا ولی یعنی مثلا بعد از اون با کمتر سمیم می با آدم ها و... ولی پیش اومده مثلا اتفاقا همین چند وقت رفیقای پیدا کردم که خیلی با هم سمیم شدیم انگار مثلا همون دوستای دبیرستان هم من. ولی خب اونا هم یه شباهت هایی به اون دوستایی دبیرستان هم دارن یعنی مثلا بچه های همون محلن همون سیستماتیک هن همون کالچر رو دارن و این صحبت ها. یعنی مثلا کالچرت با باید به یه رو خیلی به نظرم حالا من یه چیزی که برام جالبه یه سری آدم اصلا اینجوری نیستن یعنی مثلا من بعضی ما دوستای قدیم ها میبینم مم. من که میبینم مثلا انقدر خوشحال میشم که من اون ها دارم میبینم دنیا رو بهم به بعد که میرم طرف اون آدم میبینم اون آدم داره انوی میشه یا مثلا ام. خیلی حال نمیکنه مثلا یه سلام و چیز کافی بود دیگه تو ممکنه فشار میاری بهش خب همون دارم میگم دیگه من اون یارو رو بعد مثلا 10 سال 15 سال دیدم میخوام تمام هر ها با اون باشم مم. چون شاید ده 15 سال دیگه نبینمش اره. اون که من یه دو من ده سال رو نبینم چی دیگه الان ما رفاقتی به اون نبوده میگم از اون نظر آره میگم چی میگه. بعد 10 15 سال نه اگه ده 15 سال با هم یه تک رفاقت کنین اون موقع جوابه بعد 10 سال یارو ببینی خب چی نداری دیگه خب مثلا من الان دوست سامی یک از دوست, سمیت... دوست, دوست زندگی من و الان فکرم ده ساله ندیدم شاید هم مثلا چند سال هم باش تلفن حرف نزدم ولی اگه مثلا بهش من زنگ بزنم همون رو برمی داره با هم یک ساعت دو ساعت تلفن حرف میزنیم قطع میکنیم یه دو سال با هم حرف نمیزنیم من هم دارم دوست اینجوری اسمش حاطفه چرا <تصفح> حالا تو حاطف کسی هستی آ... کسی هست که تو رو اینجوری دوست داشته باشه چون من آره... من رو ندارم که مثلا حاطفه هم و حاطفه هم. ببین این آخه اینجوری بگم این دوستم خیلی باحال اولا که فوق العاده باهوشه جزء مثلا آدم خیلی جینیسه بعد این فوق العاده هم درس خونه خب یعنی الان من نمیبینمش هنوز داره درس میخونه من فکر کنم 50 سالم همشه این هنوز داره درس میخونه یعنی مثلا دکترا رو گرفت فوق دکترا والایی دکتر داره داره میخونه کلا ول نمیکنه بله بعد این اومد تو مدرسه ما مدرسه ما مدرسه بودش که مثلا همه خیلی شیطون بودن بعد مثلا معروف بود اصلا تو چم به این پیروز بود تو آهنگای رپ مپ هم اسمش زیاد اومده اصلا فکر میکنم بعد یعنی اصلا رپرای زیادی هم از اونجا اومدن بعد آه این چجوری بهت بگم با ما صمیمی شد که مثلا بچه های شیطون مدرسه بودیم این بچه درس خون بود خیلی بعد ولی از اونجایی که خیلی پتانسیل داشت و خیلی باهوش شد مثلا 6 7 ماه که گذشت یه عمر میذاشت تو جیبش یعنی خودش هم خیلی شیطون شده بود و اینا بعد من تا همچنان درس خون بودش بعد من درس خون بودم تا اول دبیرستان دوم دو بعد دیگه درس نخوندم بعد ما اینا از یه, س... یه تایی میشد رو با هم مرسه انداختن بیرون <applause> یعنی مثلا ما یه گروه 13 نفره بودیم کلا گفتن و از سال بعد اینا رو دیگه ثبت نام نمی‌کنید بعد از اونجا مادر رو شروع کردن به فکر کردن که نمیشه که داستانی هستش مامان بابا این سعی کردن اما جدا کنن تا جایی که میتونن که دیگه بالاخره فکر کنم 18 سالگی موفق شدن یه جورایی مثلا یا اصلا کلن اینو ببرن توی باغ دیگه ای میدونی ببرنش از ایران بیرون و فلان و اینا اون خب من تا آخر اون بی موندم دیگه برای اینکه یه اتفاقی افتاد که نمیتونه دیگه هیچ موقع فراموش <تصفح> کنه دیگه منم نباشم یه یادگاری از من همیشه باقش هستش Oh. آره. آره. Uh... که گفتن آره. خیلی بده آره من فکر کنم بهش چاقو زدی نه نه نه, <تصحیح> نه نه اصلا این نی. اصلا این نیستش نمیدونم بگم یا نگم بگم. اصلا خانومش از طریق من میشناسه خیلی قشنگه قشنگه به خیلی قشنگه چاقو <تصحیح> آره نمیدونم تو چنقدر دارکش کردی خودت گفتی آره گفتی یه خورده مثلا میشه دارکم برداشتش کرد تو دیگه ترشو زدی دیگه من داشتم فکر کجای بدنش خورده مثلا این خورده صورتش چیزام خورده کمرش خیلی هم با هم صمیمی من مثلا دو سال سه سال مثلا خبر ازش ندارم بهش زنگ میزنم یهو میگم مثلا اون موقع میلان بود میگفتم مثلا بعد دو سال بهش زنگ میزنم گفتم دارم میام میلان گفت بیا خونه من یه راست رفتم اونجا مثلا کلی با هم یاد کردیم مثلا به هم فوش میدیم فوش های بد ها. اصلا, اصلاً هم نمیشه اصلا انگار نگا 10 سال هم دیگه ندیدیم نه, نه, نه اصلا میذاریم همو فر من هم نمیتونم دم. با آدمی که جدید میبینم این کانکشن رو برقرار کنم من نمیتونستم جدیدا تونستم اصلا دوست تا رفیق پیدا کنم خیر باشون اوکی شدم مثلا رفیق شدم ولی میگم همون سیستماتیک دوستای قدیمی میدونی چی میگم و اینا رو هم از طریق یکی از دوستای قدیمی میشناسم مثلا شناختم یعنی خلاص آره یکر... اون خلاص خلیش... اونش خیلی مهمه <تصفح> که یه چیزی و یه جای چیز دنیا رو با هم شیر بکنی م. دقیقا ام... بیشتر این کسی که تو زند از رفیقات تال کمکت کرده کی بوده فکرم ارفان اگه قرار بود یه رفیق تو هم قبول کنی باش توی جزیره باشی تا آخر اون کدومتون انتخاب میکنی <تصفح> یه رفیق دارم جکیه اون اگزکتلی الان هم تو جزیره است اصلا <تصفح> ما من امیر و باید میشه من ببینم تو اون جزیره مطمئنم. <تصفح> یعنی مطمئنم یا غذا میذاره خرس رو محمله میکنه خودش ما رو آتیش میزنه یعنی یه گوهی میزنه که ما ببینیم این هم میدونم ولی خوشحال نمیدونم میدونی می می <تصفح> <بای> خدا <ما. تصفح> میدونم دوستایی سمیمی اصلا اونما یه ترایی میزنن که بقیه ولد نیستن بزنن <تصفح> حالا چیزی که خیلی بده وقتی که وزن مالید خوب میشه ام، یه سی آدم میریزن دورت که فقط به خاطر اینکه بکنن. بکنن توی فیم من فکر میکنم همین باشه اصلا بیشتره یعنی کسی که میان دورت همه میخوان معروف بشن یا میخوان کنار آدم معروف باشن همه جورش یعنی مثلا کدوم یارو میخواد یه عکس باید بگیره یارو میخواد یه جا با تو دیده بشه یارو میخواد یه کاری رو با تو انجام بده به هزار دلیل مختلف ممکنه بیاد ولی کار داره آره دیگه چیزی میخواد عموما کمه آدم های جدید بیان سراغ چیزی نخوان <applause> منو به اون رفیقت میدونی یا نمیدونی آره ساعت پر تو حالا کاری کردم که به ضربه بزنم یا نه نکردی هیچ وقت من اول نمیفهمیدم تو رو یه ذره بعدم <تصفح> فهمیدم <تصفح> یعنی می میگم اوه چرا انقدر کسخل اینا شده چی سیستماتیکش تا در درست دستم نبود بعد بعدا ولی فهمیدم که او خیلی بچه مشتیه حالا میدونی من تمام دوستایی که پیدا کردم که باشون صمیمی ام بدون استثنا این جمله رو به من گفتن حالا مثلا ما اصلا چخ اصلا نمیرسیم یا یه چیز دیگه از تو حتی میدونستیم یعنی فکر یه چیز دیگه یه جور دیگه مثلا هر کی میاد خونه من میبینه تمیزه کف میکنه نه من اصلا نمیفهمیدم چی داره میشه چه اتفاقی داره میفته چرا من تو این اون روز هست. تو ونکوور دفعه اول اومده بودید اون بالام فرودگاه مثلا نمیفهمیدم چی داره میشه دقیقاً خیلی دفعه اولام بود میدیدم داشی نه تو تو دیده بودی هم بود. تو دیده بودی آره راست دیده بودی کوتاه بود دیگه اینجوری نبودش که مثلا نه ده بود اتفاق ده من ده روز خونه سپر بودم بودیم ولی بعد... هنگ اوت نکردیم اونجا کردیم فکر می کنم خیلی خوشا بودیم اگه یاد باشه اصلا من اون تایمی که تو بودی خیلی نمی اومدم اون وقت نه اون دفعه بعد بود دفع بودش که بودش بود. خودم بردم خونه آره چون که آره آره چیزی آره شد اشتباه نه اونجوری دیده بودم بعد تو به من مسیج زدی که دارم میام ونکوور گفتم تیکت رو بده بیام دنباله آره آره میدونم گفتی اومدیم بعد بعد مثلا یه جوری بود دیگه مثلا چون تو خیلی چیزی اینکه نمی‌گفتن نمی‌فهمیدن داره چی میشه چون یه چیزی میگفتی به آدم تو خیلی رو درواسی اصلا نه و خیلی ریلکسی مثلا یه عجیب ترین حرف دنیا رو آکوارد ترین حرف دنیا رو خیلی ریلکس به آدم میزنی و مثلا میزدی من خاک بستم زیر مثلا زیر سیبیلی هم رد میگم خودم بچه پر رو هم مثلا زیاد چیز نمیشم شوک نمیشم مثلا هم زیر سیبیلی رد میکنم ولی خب تا یه جایی میتونی دیگه تو هم وقتی میبینی اینجوری طرف بیشتر صد تو میذاری بعد یه جایی میبریدم بیا تو دیگه چی نه خیلی واقعا با همه شما حال میکنم چون برام خیلی اینترستینگ هستین چون خیلی مغزتون یونیکه چکر دارم تو خودم و مچه هستی من همیشه میگم من واقعا شما سوالم از همون حالا میدونم شما با هم رابطتون خوب نیست ولی من با علی رزا که واقعا مثل بردر کوچیکمه میدونم هم در یوسو پدر سخت بازی در میاره واسه همین بردر کوچیکمه نمیگم <تص> خوبه یا بده میگم بردر کوچیکمه بعد من از طریق اون خیلی خوشحالم که شد که ش... همه شما ها رو آشنا شدم من فکر میکنم اگه من با علیرضا دوست نبودم اوه اتعیقه... طریق علیرضا شناختی سپرم همه رو دیگه سپر نه مثلا یادم تو اصلا. رفتم فرانسه بودم رفتم اتاق علیرضا رفتم علیرضا رو پیکاپ کنم رفتم تو اتاقش بعد لپتاپ باز بود ام. بعد گفتش که سویل بهزاد میشتی گفتم که نه گف گفت خیلی بچه‌باحیه من به تو قول میدم این معروف میشه ام. مثلا به که همونجا مثلا به داشته شدم مثلا سپه رو کنسرت ونکوورشون که بود مم. من رفتم فرودگاه وقتی رفتم فرودگاه سپر هم اومده بود فرودگاه اوکی okay. اونجا با سپهر آشنا شدم و دیگه همین جوری مثلا از همین جا شروع شد okay. یعنی اگه علیرضا نبود من چون هیچ علاقه ای به موزیک ایرانی ندارم هیچ جوری با شما آشنا نمیشدم و تمام این خوبی ها رو میس میکردم همین من پوینت من همینه میگم یه موقع یه دونه رفیق یه کار خیری شده بالاخره خلاص که منو خلاص که نه عیزا ببین یکی از اینترستینگ تین کاراکتر که تو زندگی میشناسم یعنی من به عنوان وقتی که کوچیک بودیم ما با هم بزرگ شدیم خب با هم بزرگ شدیم من هفته ای سه شب تو تخت عیزا میخوابیدم بغلش یعنی میخوام این فکر کنم یعنی شاید 95 درصد آدمای دنیا اصلا همچین رفاقتی نداشته باشن میفهمی چی میگن؟ خب چون... پادکست رو میگه هفته جای شما کار داشته باشتم هم خب بقیه هم نشستم ریلکس دارم چون برام جالب بود خب من کلی آدم میشه خب تو مرسی خودمون فلان چون امیرسین که میگم به دوست زندگی منه امیرسین برادر علی امیر حسین در یو ساعت هشتونیم شب نه میخوابه علی رضا شیش تا هفت شب از خواب بیدار میشد اون موقع واسه همین برای من که تا دو سه میخواستم بیدار بمونم خیلی پرفکت مچ بود من تا هشت با امیر حسین چیر میکردم امیر حسین میرفت میخوابید من با علی رضا پارتی کردم تا دو ام. بعد بعد چند وقت انقدر علاقه پیدا کردم به شخصیت و دیوانه بازی علیرضا که فقط میخواستم با علیرضا هنگل کنم میرفتم خونه امیر حسین ولی به بهونه علیرضا میرفتم میخواستم ببینم علیرضا داره چیکار میکنه با علیرضا پلی بازی میکردیم چون دیوانه ترین کرکتری که دیده بودم انفانی از فاک حالا میدونم خوشش اصلا نمیخواد این چرفی که من دارم میزنم و ولی یه خورده همه آرتیست دوستان یه شخصیت خوشون درست کنن و لایف و ایج و اینا هم یه تصریعی رو داره ولی من چون عیرزا رو به عنوان شخصیت خالصش میشستم و بچه مم. مثلا وقتی که چندم سالش بود و یازده سال نه که دیدم چند سالش بود وقتی من چون از اون تون سه میشنستمش و خودش رو دیدم یادم فوقلاده مهربون با شخصیت که نمیتونی باور کنی یعنی مثلا میخونش تو بشخاب برات مثلا نوش... نوشیدنی آب مثلا میاره مم. اینجوری یعنی خیلی ب... با ولیو ریس شده مم. مم. ولی یه شخصیتی انتخاب کرده برای خودش که توی دنیای فیم اون باشه مم. و الان چون دیگه توی مثلا تو تاپ گیم خودش هستش دیگه اینه حالا به اون وقتی بچه بود عاشق این بود که ترنتینو باشه مم. همیشه خودش رو ترنتینو میدید یعنی وقتی نگاه میکرد میگفت من یه روزی این میشم من, من یادمه و من این ایهام که میده علیرضا یا حالا دیگه همه تو رپ میکنن خودتم توش خیلی خوبی علیرضا بچه بود اینجوری حرف میزد اگه مثلا یه اوبر گفتی مثلا زنبور منو زد بعد میگفت یا زن بور رو میشی دیگه ول نمیکرد تو یه رو به به زن بور صحبت میکرد خب <applause> بعد همه وقتی بچه بود میگفتن خفه شو خیلی لوسی مم. مثلا بس کن دیگه خیلی خوب مم. ولی بعد میفتن زنگ میخواد میگفتن علیرضا نقد گوشتنده تو خیلی فانی ادامه بده مم. میدونی من همیشه میگم no. من فن نامبر وان تو قبضی تو خودت اصلا بدونی تلن داری هر no. روز ام رو گوش ندودی. من میدونستم تو این کارات خیلی جالب و من میدیدم حرفایی که میزنی یا مثلا نکاتی که میده می خیلی برای من جالب بود کوس تو تست که میتونه آره خیلی خلنسی یونیک <مه> و مثلا کدوم هر اومزاده یوتیوب میشه چهار ماه نره مدرسه مم. 120 روز غیبت میکردی با. به خدا 120 روز نمیومد مدرسه هر روز عیرزا قایه و عیرزا قایه و قایه اه... خب یه که اکش خودم هم بودم نه بابا نه یه جای را نمیدادن دیگه من از سه تا مدرسه اخراج کردن عیرزا دانشگاه. برادرش امیر رو این کارو رو باش کردن اون در یه هر سال میداختن بیرون اه... من سه تا مدرسه دو تا دانشگاه حالا من بر همین میگم من نمیتونم بفهمم که یه نگم نمیتونم بفهمم میفهمم میگم خیلی حیفه م. که که شماها با هم کاری کن یه روز من با فاصله یه متری به هم رسوندمتون آره. به جفتتون گفتم یه دقیقه به من وقت بدین عین جیجیا جفتتون دقیقه تا خیلی خوب کتکاری مو میشه نه من واسه مشام هیچ کتکاری نمیشه نه شوخی میکنم قول بد میدم یعنی زدن نداره اصلا جیجه اصلا اصلا تو واسه مدرسه این داستان شاید تو حداقل آخرش خوشت بیاد یه روز رفتم تو مدرسه دیدم علیرضا داره ناراحته و خیلی اوناق و نرفته و علیرضا چی شده گفتش که من خوبی چه شده بگو درو نمیگفت فلانی منو چک زده گفتم گو خورده بعد امیر سن محصه رفته بود مم. من خیلی واسم رفاقت مهمه خیلی وقتی مثلا تو اگه تو برادرتو تو بسپاری به من من از برادر خودم بیشتر آره کار می نه اصلا بیشتر از خودم چون میگه یعنی برادر خودم بکشم برادر خودم و از بین بولم ولی برادر هم رو چیز کنم خیلی برام سنگین تره مثلا ماشینی که سی دستم باشه آروم رانندگی میکنم ولی ماشین خودم رو روانی رو رانندگی میکنم مثلا خیلی ولی بقیه همه برعکس من میخونن میگه اگه ماشین خودشو اینجوری رانندگی کنه ببین با ماشین مردم چی کار میکنه مم. حالا امیر حسین گفتش که سوال من دارم از این مرسه اخراج شدم به قانون معروف اگه میشه تو حواست به علیرضا باشه من که علیرضا مثل برادر دوست دارم گفتم حتما اصلا علیرضا اون موقع با فلانی چک و گرفتم وسط مرسه یارو رو به قصد مرگ تک زدم مم. بعد اربده کشیدم که آقا از این به بعد کسی دست بزنه به علیرضا من اصلا کاری ندارم تقصیر که چی شده من میزنمت و منم که بولیای مدرسه بودم و همین علیرضا یوهف پس میتی کومون گرفت بعد بعد علیرضا همه رو تو مدرسه میزد این میکروفون به وجود خود بابا <applause> دیگه همه رو نموده بود از اونجا بب. آره ببین می چیزو بعد جلوی خودم میرفت جلوی بچه چک میزد بابا میسه برای میخندید بعد <تصفح> دیگه این کارو کرد کرد و این کار تموم شد من دیگه عریضا رو ندیدم از, 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 ایران رفتم هم کانادا مم. پاسپورت همون گرفتم اولین کاری که میکنم تیکت فرانسی میخرم میام پیش عریضا به عریضا میگم همین داستان تعریف میکنم به عریضا میگه حالا تو نمیدونی بعدش چی شد میگم بعدش چی شد گفت آقا سال بعد که رفتیم مدرسه روز اول نزدیک 45 دقیقه کتک هم زدن چون تو نبودی دیگه همه اغده این جهن هنگی ترم گرفته دو سه دقیقه بگفت 45 دقیقه داشته من رو الان تو را... این فکر نکرده بودیم تو رپ فارسیه برای یه سری برم ممکنه ای رضا رو دقیقه بزنن رپ روی دیگه <تصفح> دیگه تو رپ خب خیلی گنگش بالاست خیلی کن میخته میفهمم ولی خب بعد قدرت میشه شوشی که کن بریزی اون قدرت دقیقا. رو دوست داره سر درصد سر نه حالا آه. کلن ما هم اگه بیفی با هم دیگه داشتیم و هرچی بوده و بو اینا صد درصد قابله که بوده دیگه میدونی این هزار نفر دیس میدن فوش میدن نمیدونم سعی میکنن چلنج کنن تو فقط با اون کسی وارد داستان میشی که به هر چلنجت کرده دیگه واقعا <applause> چی میگم نه ولی من دوست داشتم که این داستان رفاقت توی حتی خواننده های ما هم بود که همه با هم بودن چون مثلا ما الان خود هایی که داریم میخوام مثلا یه کارو بکنیم بعضی موقع به مشکل میخوریم چون این با اون روکه نیست این با این روکه نیست یه خود اذیت میشیم ببین من خدایی از همین تریبون اعلام میکنم که خیلی آدم پیسفولی هم به خدا من اگه من ریسپکت بکنن من امکان نه ریسپکت نکنم امکان نداره نه خیلی آدم پیسفولی هستی من هم آدم که آدم تو هم طرف هست همیشه من و مثلا اصلا میتونم رفیق خیلی خوبی باشم ولی خب من اگه رفیق دارم ازش ریسپکت میتونه نشون بده تو اتاق پسرمه ای وای پسرمو میگیره بهش ای کار میکنه نقاشی میکشه رنگ میزه تمیز میکنه همه جا رنگ دیوار پتو اصلا باورم نمیشه که داره اینه میگه. این یه دیوونه فش عمری خاسته. ولی خداشکر که من اصل خاطره رو که تعریف نمی‌کنی. نه دیگه دیگه. اون 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 اجازه اصلا توه. من کاملا اوکیه اگه تو اجازه بدی خیلی دوست دارم ولی میتونم بگم تا یه حدودی همش اخلاق ایتیکای. آوا بچه ها به من زنگ میزنن ارفان و یعنی ارفان به من زنگ میزنه که سوهر ما داریم میایم ونکوور فلان دیت. ای بر پس تاریخ بده میام پیکاپتون میکنم بیاین خونه خودم هم بمونین جاما نگی این رو خود که هتل موتل و فلان اونا میگن نه من یه اصرار کردم قبول کردن اومدن بعد ارفان ما هم وقت سیو برنامه سفر گذاشتن چون من زندگی یهو می تصمیم میگیرم میگم مثلا یوسف تصمیم گرفتم زنگ زنگ بکرد دوستام من دارم میام اونجا اونم گفت اوکی بعد زنگ به ارفان چه ماهی داریم میاد چون ارفان زدم محسن 28 ام میاد م. بعد خب ارفان چه ماهی نوا می دسامبر چیزی خدا کنه گفت نداد همین ماه ای من دارم میرم کالیفرنیا حسین من دیگه نبودم من رفتم بچا گفتم بچا شما بس بیاین خونه من که بهتره واسه خودتون ریلکس عشقش رو بکنید بعد خب من خیلی آدم چیلی وقتی مثلا کسی میگم به بار خونم نمیگم که این باید ریسپکت خونه من داشته باشه من ریسپکت اینو دارم من میدونم چه میخواد چیکار کنه اگه من نتونم هندل کنم اون کاری که یارو طرف که من اکسپکت میکنم تو خونم بکنه دعوتش نمیکنم خلاصه بچه ها میرن و علی جا بوده عشق با چند تا دختر پا میشن میان خونه و خونه منم هم همه جای خونه دوربینه به خاطر بچه‌هام که بدونم کجا میخوام چیکارش کنم نبود من اومدم تو بودی یعنی آره ارفان اصلا نبود با من, من نه میدونم عرفان جا, جا رو جا با سر جا بود اصلا جا. با سر ارفان نه، جا هم نبود عرفان رفته بود ماستش میخورد خود رفته بود خونه دوستش نه شام نه, نه شام که میخورد. خونه من رو فقط گفتم آه، آه، آه من با عرفان اومانی خونه من بعد حالا عرفان نیست علی هم رفته پارتی ره ره. بعد پارتی میاد خونه بعد من خونم همش دوربینه ولی چون که بچه ها خونه من بودن من اتاق خوابی رو که در واقع علی توش میخوابید و پرایوت کرده یعنی پرایوسی کرده بودم که دوربین برمیگرده تو خودش گیر نمیگیره میکروفونش هم قطع میشه بقیه خونه رم نوتیفیکیشنش قطع کرده بودم چون من دیگه نمیستم کی داره کجا تکو میخوره که مثلا واسه من هیچ وقت هم چک نمیکنم یه هم چک نکردم بعد از این رو قطع کردم ولی خب بچه ها که اینو نمیدونن وقتی تو دور میزاد باشه خونه حرف زدی یکی دو دفعه با همون همون روز اول فقط آره دیگه همون, روز ده... اول, فقط یه حرف زدم یه خنده کردم و بعد چون نوتیفیکیشن میداد روز اول اوکی. بعد من مثلا اولش شش میخوای شدم اوکه. چون یادم رفته بود کالیفرنیا نشستم یو گفت دیدین یکی تو سالونه؟ گفتم ای کی تو سالونه دیدی یکی داره پلا میره بالا گفتم ای بعد زدم بعد یادم شما بعد یادت دا... دا... آره بعد اینجوری بود که میام دا... بعد که باهاتون حرف زدم دو بار دیگه دیدین کرد گفتم اوکی این, من این رو اعصاب منه من اصلا رو قطع کردم حالا بچه بچه‌ها اینو نمیدونن تو وقتی دوربین جلو باشه همیشه فکر می‌کنی داره تو رو می‌گیره بعد بچه یه همش مثلا می‌گن که اوکی سهیل الان فوتج ما رو داره حالا فرض کن علی ما دو... من رفته بودم پارتی بذارم بگم بعد یه جوری شد که از اونجا اومدیم بیرون بعد یه عالمه آدم ما هم بودن یه عالمه که عالم مثلا 5 6 نفر بودیم آه. دیگه حداقل مثلا 5 6 نفری با هم بودیم و بعد من اصلا حواسم نبود که حتی خونه سوهیلیم یه جورایی میدونی اصلا خیلی مثلا درینک کرده بودیم و مست بودیم و اینا آقا من دیگه گفتم چجوری دوستا هم مثلا چند تا دوست صمیمی ما هم بودن گفتم آقا بریم خونه ما اونجایی که ما هستیم و اینا رفتیم خونه و پارتی کردیم و نگم براتون صبح شد و فلان و اینا ده دهانیم ده ده یازده صبح دوستای من داشتن میرفتن ارفان اینا رو دید اولا ارفان که اومد تو خونه من یه یا یادم افتاد یعنی منم تازه خواب بیدار شده بودم گفتم شید خونه سوهل اقتصادی رو به گا دادیم من اصلا حواسم نبود خونه سوهلیم و فلان و بیسار و ارفانم یه درتیلوک به هم داده یه ذره غور زد و فلان و اینا دیگه بقیه‌اش هم سوهل میگه ولی یعنی همه‌اشو نگوی آروم بگو ریلکس بگو اول اینجا یه نوت برای عرفان ارفان جون من دفعه دیگه به کسی چیز نره راحت باش خونه من هر حق کاری میخواد بکنی بکن این یک دو خل... علی برمیگرده بالا میبینه اتاق همه جا خیسه و کسافت کاری و دیوارا خیسه چه اتفاقی داره میفته بعد میفهمه که دیشب دیگه تورنیدو کرده دختره رو ای ای بعد آبشار از این صحبت ها در طرف خانم بعد حالا فکر کن قیافه علی تجسم کن داره نگاه میکنه خودشو که این پتوه خیس دیواره خیس اتاق احتمالا مس بعد عروسک های پسر من با ماشین اصلا با نگاه کردم دیدم فاک اصلا اتاق بچه است اینجا بعد یه نگاه کردم دیدم یه دوربین داره از اون من, من نگاه میکنه بعد یهو یادم افتاد سهیل اقتصادی وسط خونه داشت با ما حرف میزد بعد اصلا گفتم بابا هری چی کار میکنی این همه دنیا با گنگسته و کسا کردیم هیچی همه چی نداره سهیل اقتصادی پرده داره ولی من خدا که ندیدمش نمیدونستم هست نه این چی دوزینی راست چه میگی اگه بود چه برات میفرستادم دوستان می کات میکردم میفرستادم بعد برای خودم رو دیلیت میکردم اگه یه روزی خواستی وای من واقعا یه ما ناراحت میخوابیدم ولی همش فکر میکردم به این قضیه نه نه اصلا حتی میگم چون نوتیفیشن قطع بود حافظش هم هر 90 روز پاک میشه چون بیشتر یک سال گذشته تقریبا یک سال نگذشته نه ماه ولی 90 روز گذشته مطمئن باش چک کردم هی گفتم این کلاود رو بگیرم خب آقا خلاص داستان همین بود که رفاقت مهمه رفاقت خطرناکه رفاقت شیرینه همش دستگی به رابطه و زمان تو این حرفات داره من از دوست ضربه زیاد خوردم از دوست لذت و ساپورتم زیاد گرفتم واسه همین همیشه تایدلم یه ترسی دارم ولی همیشه دنبال دوستم تو چجوری؟ من هم همیتون. من آدم بازی هم نسبت به اینکه رفیق پیدا کنم و اینا طول میکشه خیلی با آدم ها میشم و کم پیش میاد که سعی میشم ولی رفاقت میکنم یعنی مثلا ان آم... آم... نمیکنم خودم و دیگه اینجوری بگم. نه تو خیلی من یادم اولین بار که تو دیدم همون تورنتو آخه اتفاقی که افتاد من وقتی با سپر تو خونه سپر دادم شانسی هم تو خونه من تو رو تو لابی دیدم که okay. من خونه سپر یه جا ایربین کرده بودم دیگه اومدم پایین تو لابی برم بیرون دیدم من تو دیدم تو همونجایی تو خونه سپر تو وردان دیدم تو هاوسه ندیدمت نه تو هاوسه دیدی مهم. ولی منو توی شپرد دیدی یا تو شپرد. اومده بودی تو خونه من با اربیان بی کرده بودی آفرین آره گرفتم من تو بیلدینگ تو شانسی رو کردم بعد تو رو, رو پایین دیدم و خب من فقط تو رو همون به قول خود یه بار یا دو بار خونه سپرد یه سلام کمی کردیم رفتیم تو چشم من خب تو یه آدمی بودی که معروفی و سی ست هزار تا فالوور داشتی منم یه دونه چاقالی بودم که با دوست سپرم خب بعد. <تصفح> <تصفح> <applause> بعد اومدم پایین تو رو دیدم بعد گفتی ای سو خوبی گفتم آقا دمت تو خوبی بعد گفتی اینستاگرام چیه فالو کنم <applause> بعد اصلا باور نمیشه که یه آدم انقدر کول cool باشه که مثلا این همه فالوور داره و اینا مثلا سر سعی بکنه تو دنیا که الان اینستاگرام مهمه بعد مثلا من با این چیزت خیلی کانکت کردم که مثلا مهربونی و اون چیزی که میدونی بیشتر حالی بود که تو اون لحظه میتونی تو به من بدی <applause> اگه میکشی پایین میخواد تحت من بدی یا <applause> من دور انتخاب میکنم اصلا مهم نبود من رو فرو نمیدادم من عرض گفتم لطفا فعلا کن چون خیلی حال میده اصلا تو خیلی این واسه من باید حال <تص> کرد مثلا گم چکردم حاجی نه کلن سعی میکنم اینجوری باشم حاجی برای اینکه میدونی خودم حال میکنم با آدم و ارتباط برقرار میکنم میرم پس مغزشون رو میفهمم چیه یا مثلا هر حال از هر آدمی یه چیزی به تو اضافه میشه دیگه اگه خوبش رو بگیری خوبش رو گرفتی دیگه میدنی. حتی دوست بدن داشته باشید این حرف ولی بعد از اینکه فهمید دوستت بده بعد از اینکه نه ولی میگن ادب از ولی خوبه همون ادب از, از کامو, از کامو از خوبه بی ادب میتونی از اون یاد بگیری که تو چه کاری نکنی دقیقاً خب پس تو میگی رفقت بکنی اعتماد بکنی ولی خو... احتیاط هم همیشه باشه بکنی. اعتماد نمه بکنی اتفاقا بر رفاقت بکنی واقعا اوه یه حرف قشنگه رفاقت بکنی این راست میگه اعتماد بکنی صد درصد این راست و اگه رفاقت بکنی تو طول مدت اعتمادم به وجود میاد دیگه سخن قصار گفتم دیگه برای خیلی بیوتیفول بیوتیفول یه سوت میزنه <تصفح> برای <تصفح> <تصفح> الان امیدوارم یه ای آی روش یه کاری بکنه الان <تص> دیگه همه کار میشه کرد دیگه تو <تص> ایجوده خیلی خوب آقا دمت گرم واقعا که وقت تو گذاشتی لایو من هدفی که میدمت خوش میگذره جاکس